مسئولین تو این مملکت توی اون ساختار اجتماعی تو کدوم مدل رشد پیدا میکنن از کجا مسئولیتو تو در میان چه جوری اینا رشد پیدا میکنن و اگه منده کاری بودم که اصلا شما شک نکنید هر کسی یه سرتیفیکیتی باید میگرفت که تازه در مزان مسئولیت جمهوری اسلامی قرار بگیره یعنی اون کسی که نماینده مجلس میشه قبلش باید میرفت آزمون میداد شما یه نفر پشت یه تیکه آهن میذارید به موتور و ماشین ازش گواهی نامه میگیرید میذاری پشت رول حیثیت مردم سرنوشت مردم همین تو فقط یه ارشدی داشته باشه بیاد و جایی هم گنکاری نکرده باشه یعنی که از شکایتی دزدی مثلا اکثریت جابونه ما الان همه دارن که جایی هم کار خاصی نکرده این قانون نویسی میفهمه این الزامن این اولا یه آزمون اسناد کلی و اسناد بالا دستی رو باید بشناسه بفهم قوانین در چه راستایی باید باشه قانون اساسی رو باید بشناسه معلومه شما نباید انتظار داشته باشید مجلس هم چیزی تصویب کنه چرا چون همین خودشون میخوان رأی بیارن بدیهی هم چیزی مسئولین کجا روش بدم کنن همین مدارس سمپاد تیسوشان به قول معروف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مخففش اینا قبل انقلاب دو سه سال قبل از انقلاب برومندنامی با مشورت امریکایی ها درست کرد قرار بود کادر ولی عهد رو درست کنن فهمیدید؟ که بعد ما رزا شاه ولی عهد میخواد به حکومت برسه ما یه سری نخبه ها رو آورده بشن. اینا رو امریکایی پرورش بدیم فکر امریکایی که ایران همیشه مال آمریکا باشه چون نخبگانش امریکایی فکر میکنن ما مسئولین کجا بار میان؟ علامه هلیا 90 درصدشو میرن خارج از کشور کجا مدرسه انرژی اتمی مدرسه سلام و ده ها مدرسه دیگه ویژگی این مدارس ویژه چیه پول میگیرن از 20 میلیون 10 میلیون 15 میلیون 30 میلیون 40 میلیون همون اول باید پول بدی یعنی چی از بین کیا دارن انتخاب میشن اینا از بین کسایی دارن انتخاب میشن که باباشون میتونه مثلا ترمی 30 میلیون پول بده یعنی اساسا جوری تعریزی صورت گرفته از قشر متوسط و متوسط به پایین خدا فز خدا فز. تمام شدید هیچ نخبه شناسایی نواد بشه نبرد سیستماتیک با اینا میدونید چیه نه اینکه بگید آه چرا دارید پول میگید می آخه من کجا پول بیارم راست میگه من بهتر معلمو دارم میارم چیکار باید بکنم حقوق خوب بعد بهش بدم یا نه دیدم به صورت سیستماتیک بخوای با اینا بزنیشون که نمیدونی چیکار کنی بعد یه مدرسه نخبگانی بذاری آزمونم بگیری میخوام این کارو بکنم مدرسه حکمرانی میخوام بزنم یعنی تو اون مدرسه نخبه ها بیان تا چی پول نگیرم پولش چیکار کنی خیرین بیان بده الان فقط گیر جاشم همه مجوزا اینا همه جور جور میشه جا ندیم جا مدرسه نه مهمترین تهران دیگه نمیخوام بالا شهر برم بزنم واسه شب پایین شهر بزنم اون کسی که باباش کارگره اونم بلندشه بچهش نخبه است بیاد آزمون بده بیاد تو معلم ها همه آمادن همه رو پیدا کردیم با همه صحبت شده عالی همه چی این, این یه مدل <applause> میدونم یه فرد از منطقه اصولگرای تا منطقه اصلاح طلبی که مدرسه دارن همه شون فوش خواهند داد این چرا؟ چون مردم سوال میبوزن میگن فلانی رفته مدرسه زده چرا اون پول نمیگیره؟ خودم هم شاید بشم معلم پرورشی مدرسه حالا هر جای چیزی داشت به ما بگه <applause> اعلام کنه یا خواست کمک کنه نم خیر دیگه کار خیر برای مملکت از این بهتر نخبه شناسایی بشن رو این کار بشه جوری که اینا فردا بتونن مسئولیت بر عهده بگیرن استاد اخلاق داشته باشه اون کلاس اون مدرسه عشق جا, جا و مقام و این چیزا نباشه با مبانی دینی و اسلامی درست آشنا شده باشه